دوستان عزیز سلام، بازم شما را خوش آمدید میگم به چینل افغان پلیت. نظر به خواهش بعضی از خواهرای عزیز قابلی پلاو تیار میگم. مواد لازمه: یک کیلو گوشت گوسفند، چهار عدد زردک، چهار گیلاس برنج ترکده، دو ساعت پیش ترکدیم البته برنج، کشمش یک گیلاس چایخوری، کشمش سرخ پلوی، شکر به خاطر رنگ دیگ و همچنان برای زردک و کشمش، روغن به قدر ضرورت یا 5 قاشق غذاخوری روغن ماهی. این ماشین مخصوص برای زردک است، زردک خلال میکنه. از افغانستان یک دوست عزیزم بر ما تحفه آوردن، بسیار خوب شد. شما میتونین که از افغانستان بخواین برتون یا خودتان گرفتین برتون بیارین. 4 عدد پیاز برای یخنیش کار میشه، 5 قاشق غذاخوری روغن مایی را مندازم به داخل دیگ که پیازم رایش سرخ کنم. 4 عدد پیاز توته توته کردیم، حالا مندازم البته خورد خورد که سرخ شوه. سرخ میکنم که رنگ یخنی و برنج مقبول تر بسازه. ببینید دوستان عزیز، رنگ پیاز کاملا سرخ کردیم، چون رنگ گوشت و رنگ یخنی را تاریک تر میسازه، خوشبوی و خوش. دوستان گرامی ببینین گوشت را انداختم به داخل دیگ، کم نمک مندازم و 10 دقیقه سرخ میکنم گوشت با پیاز و نمک که کم رنگش تغییر کنه، چون خوشمزه میسازه سرخ کردن گوشت. دوستان گرامی ببینین از این رنگ ما دفعه پیشم بر شما نشان داده بودم، حالا میگم از این یک قاشق چایخوری اضافه میکنم، بسیار خوش رنگ و خوش طعم میآید. آل نوبت آب جوش رسید، آب جوش هم اندازم به داخل دیگ از گوشت کده بالاتر باشه، چون آبش با ضرورت به برنج میشه. سر دیگه مکم میکنم تا بخار بگیره و گوشت ما نرم شوه. کم زردک کشیدیم از این ماشینک و کم دیگه شام ماندیم که تا شما واضح تر ببینیم که چه قسم از این ماشین ما میکشم. ببینین دوستای عزیز بسیار کار آسان میسازه. آل روغن هم موندیم به سر منقل، کم کم سرخ میکنم با این روغن. ما روغن بسیار زیاد کم انداختیم چون که بسیار چرب میایه. آل زردک سرخ میکنم تا شما ببینین. زردک برای 10 دقیقه سرخ میکنم، زیاد نیک زردک میسازم. زردک بر 10 دقیقه سرخ کردم، از 10 دقیقه زیادتر نموندم که می سوزه. حال شکرش 2 قاشق غذاخوری شکر مخلوط می کنم به دوران سرخ کردن. حال 10 دقیقه سرش تیر شد، زردک می کشم به ظرف دیگه که نسوزه. آل نوبت کشمش رسید، کشمش را به روغن زردک سرخ میکنم برای 1 دقیقه، زیاد نیک کشمش تلخ میشه به خاطر جلا بودن کشمش. ببینین چقدر جلادار آمده کشمش. کشمش را میکشم به داخل ظرف دیگه، ببینین چقدر خوش رنگ آمده. آل نوبت سرخ کردن بوره رسید، بوره را به خاطر سرخ میکنم که دوستا خواهش کرده بودن. 1 قاشق غذاخوری روغن انداختم و 2 قاشق غذاخوری شکر اندازم سرخ میکنم به خاطر رنگ دیگ.
رنگ شکر تغییر کرد، سرخ شد. آل گاز خاموش میکنم، میمانم که سرد شوه. آب یخنی را، البته یخنی گوشت را با این رنگ دیگ مخلوط میکنم و سر منقل ماندم کمی جوش بخوره که رنگ دیگ یخنی با خود بگیره. آب برنج ماندم جوش است. برنج مندازم، دو ساعت پیش البته تر کردیم، مندازم که برای 6-7 دقیقه جوش بخوره. یک قاشق غذاخوری نمک مندازم و این برنج ما که شورمزه بسازه، البته با آب جوش. برنج آماده صاف کردن شد. آل صاف میکنم برنج. آل صاف میکنم و کمی با آب سرد آبکشی میکنم چون برنج نمشکنه. برنج صاف کردم، حال به داخل دیگ مندازم. یخنی و مساله دیگه با هم مخلوط میکنم. کمی یک قاشق آب یخنی انداختم، البته یخنی ره. یک قاشق غذاخوری مساله دیگ بروی برنج انداختم و برنج دیگر را مندازم. مساله پلاو بر شما بگویم، 4 مساله یعنی مساله پلاو است. از این مساله پلاو ویدیو دارم، شما میتونین که از او ویدیوی پلاو میتونین شما مساله تیار کنید. یخنی را انداختم و با برنج ما مخلوط کردم. بسیار خوش طعم میایه، خوشبوی و خوشمزه. آل نوبت گوشت رسید. گوشت و داخل دیگ بروی برنج میچینم. گوشت بروی پلاو ماندم، البته بروی قابلی که خوش بوی بسازه، خوش مزه بسازه پلاو ماره. زردک بروی فایل میپرتم. اگر شما دوست نداشتین میتونین به خود روی برنج پرتین، به زیر برنج پرتین. من همیشه به روی فایل یا زرورق مندم. زردک بروی از این فایل ماندم و آله به داخل از این فایل کشمشام میمانم که دم بخوره. اگر شما دوست ندارین میتونین که به زیر خود برنج بانین، فرق نمیکنه به داخل برنج. و کم روغن سرخ کردیم. 1-2-3 قاشق غذاخوری روغن داغ مندازم بروی برنج و میمانم که ترقص کنه و دم. برنج بر 20 دقیقه دم میتم که دم بگیره. بعد از او باز میکشم و برنج دم میتم، بسیار با آتش کم البته که نسوزه، بر 20 دقیقه. برنج آماده شد، دم خورد، دم گرفت. حالا بخوری میکشم تا شما واضح تر ببینید که چقدر قابلی خوشمزه معلوم میشه، خوش رنگ. دوستان عزیز ببینید چقدر پلاو خوش رنگ آمده. و فراموشم شد که به اول به شما بگویم، یک قاشق یا البته کم ایل با زردک مخلوط کنین. ما خودم انداختیم و به زبان نگفتیم به شما، ببخشین فراموشم شد. حالا پلاو به خودی میکشم تا شما ببینین، لذت ببرین. بازم دوستان عزیز شما را به لای یک تاس برده. شب و روز خوش داشته باشین با ساعت کامل با فامیل محترمتان یک جای. جور آرام باشین. خدا نگهدارتان. خدا حافظ.